هستم. به شدت آدم خسیسیه. من شاید توی گفتگو قبل نگفتم، یادم رفت یا اینا، ولی نه، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین، یعنی به طرز وحشتناکی خیلی هم خیلی ها اینو به من گفتن و شاهد دارم. تلفنی پرسیدیم، باز دوباره چک کردیم که یه وقت من اشتباه نگم، ولی نه، همه گفتن اصلا یه چیز وحشتناکیه. و خودت میگی یا من بیشتر بگم؟ من اصلا تاله اولین بار میشنم، ولی دوستم بشم. آم به خودت نگفتن پشتم بگم. آره و واقعیت نداره، یعنی شادم داره دیگه، وقتی همه میگن نیست. نه آدم خودش میدونه که تو یه شلوار ورزشی در دوران فوتبالت بوده که انقدر پوشیدی که دیگه تبدیل به شلوار شده بوده، یعنی شلوارک بوده، مال فوتبال بوده و دیگه تبدیلش میکنم. نمیدونم کی گفته، ولی خودت نه اصلا نمیدونم واقعا این چیه، این داستانشو نمیدونم. ولی چون از کودکی، یعنی من از نوجوانی فوتبال بازی میکردم و سخت پول در می آوردم، شاید بیشتر قدرشو میدم، ولی اولین باره میشتم. حالا گفتم حتما یه چیزی هست. آه یعنی تو خودت اینو میذاری قدرشو دونستن. ما میگیم خسیسه. معنی های مختلفی میده. بعد یه ماجرایی هست، انعام دادن به اون رفتگری که در باشگاه انقلاب بود، مثلا با علی انصاریان بودین. خدا که چیشو یادم نیست. طبیعیه. برعکس بود، برای اون بود یادم نمیاد. خودم بوده. ولی یادم نیست. هر روز تعریف میکنن. میگه هر روز بهش میگفتی که یادم بندازید من به اینا انعام بدم. اصلا اسم آقای انصاری رو آوردی خیالم راحت شد. نه نه صد درصد که اسم نه اصلا چون که راوی اصلا. و هر روز میگفته یاد من بندازیم فردا به این دوستان انعام بدم. و ماها آخر 1000 تومن داده. برای یه سوالم، یه 1000 تومن برای یه سوالم ایشون میداده؟ بله 10000 تومن میداده. ایشون 10000 تومن و ایشون 1000 تومن میداده. اسمی علی رو گفتیم دیگه خیالم راحت شد. شما حق و عمل رو میدن به من.